یکی از کارهایی که اکثر کاربرای رویت وای سر و کار دارن، تبدیل فایلشون از نرم افزار رویت به اتوکد هستش. سلام به همه برای بچهای آرچ آرت، من سپینور اسدی. امروز میخوام در مورد نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار رویت به اتوکد توضیح بدم. این پروسه یه سری تنظیمات داره که شاید تنظیمات کوچیک و ساده باشن، اما خیلی کاربردی و مهم هستن. با ما همراه باشید. همه این نرم افزارها کلی نکته و ترفند کوچیک اما خیلی کاربردی دارن. تیم آرچ آرت کلی آموزش رایگان در خصوص نرم افزار رویت برای شما آماده کرده که میتونید از سایت archart.ir و از بخش آموزش های رایگان و یا از طریق چنل یوتیوب ما اینها رو مشاهده کنید. چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدئویی از ما منتشر میشه نوتیفیکیشن براتون بیاد و شما مطلع بشید و از اون ویدئو استفاده کنید. خب دوستان، امروز میخوایم بریم سر وقت نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار رویت به اتوکد. برای این کار یه سری تنظیمات رو شما باید حتما توی نرم افزار رویت انجام بدید. خب برای این کار من این پلان رو در نظر گرفتم و میام سر وقت تب فایل و از قسمت اکسپورت گزینه کد فرمت و گزینه DWG رو انتخاب میکنم. حتما با توی همون پلانتون باشین اگه یه تک پلان میخواید بگیرید. بعد میام سر وقت گزینه مودیفای. خب توی این پنجره که باز میشه یه سری تب اینجا و یه سری سربرگ اینجا دارید که توی هر کدوم از این ترقام میشه گفت یه تغییر یا یک چکی رو باید انجام بدید. من اول وارد یونیتن کوردینیت میشم. یونیتن کوردینیت شما باید واحد کاریت رو مشخص کنید. توی پروژه حتی اگه کارت به واحد کاریت روی متر باشه، اینجا دفعه اول روی میلیمتره. اینو من چون یک بار خروجی گرفتم روی متر میمونه. یک بار شما انجام بدید دیگه روی همون گزینه میمونه. این فرمت DWG ها، کاری به رویت نداره. خب حالا شما سانتی متر، متر یا میلی متر هر کدومی که میخواین کار کنید، من مثلا میخوام روی متر کار کنم و خروجی بگیرم، میذارمش روی متر و برمیگردم به سرورگ لیئر. سه تا ستون اینجا داریم: کاتگوری، تمام عناصری که توی رویت هست، حالا شما چه استفاده کرده باشی چه نه، اینجا میاره و شما با تنظیماتش رو انجام بدی اگه استفاده کردی. و دو تا ستون دیگه داریم تحت عنوان پروژکشن و کات. پروژکشن برای زمانیه که حالت نما داریم میبینیمشون، کات برای زمانیه که برش خوردن. نما فرض کنید شما یک مبلمان رو زمانی توی پلان میبینیم، مبلمان رو که به صورت برش خورده نمیبینیم، پس میشه حالت پروژکشن. و کات برای زمانی مثل دیوارها توی پلان یا توی سیکشن، دیوارها به صورت برش خورده است و باید با ضخامت متفاوتی نمایش داده بشه و یا حتی با رنگی متفاوتی. خب من بیام اینجا W رو سرچ میکنم و گزینه وال رو میارم. ببینید اینجا که خب حالا هم یک علامت مثبت کنارش داره که بزنید تمام زیر مجموعش باز میشه و شما میتونید تمام این لایه ها رو متفاوت لایه بندی کنید برای اتوکد. اینا لایه هاشون توی رویته، اینا برای اتوکده. خب حالا من فعلا این رو میبندم، کل دیوار رو یک جور در نظر میگیرم. این اسم لایه هست توی رویت، توی اتوکد که میتونی تغییر بدی، من حالا تغییرش نمیدم. این کد رنگیش هست که توی رویت در نظر گرفتی، میتونی تغییر بدی، میتونی هم توی اتوکد تغییر بدی. و قسمت لیر مودیفای که جلوتر میگم، شما مثلا میتونی دیوارها رو حتی باز بر اساس مثلا فایر ریتشون جدا کنی، بگی آقا دیوارها توی یک کاتگوری جدا باشن، توی لیر جدا باشن، و اونایی که فایر ریتشون فرق میکنه بیا توی یه لایه متفاوت. خب پس از این نظر میتونی اینا رو جدا کنی از هم. من فعلا اینو این کار انجام نمیدم، اوکی میکنم. فعلا میخوایم یک بار خروجی بگیریم، بریم توی اتوکد ببینیم، بعد بریم دونه دونه اینها رو بگیم. اوکی کنم فعلا. خب نیکست. آدرس ازت میخواد، مثلا میذارم روی دسکتاپ و اسم رو بهش میدم. نیمینگش ببین پیش فرضش میگه آقا اتوماتیک اسم بلند، یعنی اسم پروژه با اون اسم اون پلانی که بعد فلور پلان جزء به کدوم ویو فلور پلان هاست و بعد اسم پلان چیه. این هم ورژن کدته که میتونی انتخاب کنی، مثلا من حالا میذارم 2018 ورژن هم 2021 هستش. اسم کوتاه یا اینکه خودت وارد کنی. اوکی حالا من میذارم همین اسم باشه و اوکی رو میزنم. دسکتاپ رو میارم. ببینید دو تا فایل برای من میسازه، یکی فایل DWG هست و یک فایل هم PCP. این رو باید حتما همراه فایلتون داشته باشین. خب فایل اتوکد رو باز کنیم.
یه بررسی کنیم ببینیم توی اتوکد به چه شکلی است و بعد بریم سراغ ریویت. خب ببینید هچ ها کاملا اومده، نازوک کاری ها. بچه این خیلی مهمه پلانتون اینجا تو چه حالتی باشه. خب مثلا فاین باشه، فاین میاره. الان مال من فاین نبود، کورس بود، فقط این نازوک کاری که جدا ترسیم کرده بودم آورد، وگرنه یعنی لایه های دیوار رو جدا نشون نداد به من. ببین پس اینو حواستون باشه، خیلی مهمه. خب بیایم سر وقت لیرز. ببینید لایه بندی ها کامل و درست انجام شده. من یه مقدار این پنجره رو بزرگتر کنم به این شکل که خب من هنوز ضخامتی براش در نظر نگرفته بودم، پیش‌فرض خودش هست. من لاین ویت رو روشن کنم. یه عدد خیلی کمه، ببینید به این شکل. پس هچ ها رو به همون شکل آورد، آبجکت ها رو به صورت بلاک میاره، فامیلی ها به صورت بلاک هستن، اسم اتاق ها و الی آخر. خب حالا این رو در نظر داریم، برمیگردیم سر وقت ریویت. خب من اول اینکه گذاشتم روی فاین، پس یه تغییر تا اینجا دادم. فاین اکسپورت کپ فرمت دی دبلیو جی مودیفای. خب حالا بیایم اینجا ببین سه تا گزینه داریم، آپشن های خروجی مثلا چه آپشن هایی برای لیر داری توی خروجی. میگه آقا تمام تنظیمات خروجی بگیر با تنظیمات اوورراید. الان میگم اوورراید چی است. باز میگه همینجوری لایه ها رو بر اساس لایه خروجی بگیر بدون در نظر گرفتن اوورراید، یا اینکه یک لایه جدید برای اوورراید ها در نظر بگیر. اوورراید چیه؟ شما توی پلانتون، توی هر پلان یا نمای مخصوص خودش نیست تمام پروژه یک جا، باید بیای سر وقت ویزیبیلیتی گرافیک اینجا تب ویو پنل گرافیک ویزیبیلیتی گرافیک یا حروف وی جی رو تایپ کنی، این پنجره برات باز میشه. باز هم میگم الان من تنظیماتی توی این انجام میدم مختص فقط همین یه دونه پلان کورسیمه، پلانای دیگه هم نه. خب اینجا میام سر وقت وال دبلیو سرچ میکنم. ببین اوورراید اینجاست، حالت پروجکشن یا سرفیس و حالت کات. کات یعنی برای زمانی که برش خورده. خب پس من اینجا میام روی باز دو تا حالت داره، لاین پترن خطوط. من میام آقا بیا خطوط رو به صورت مثلا خطچین نشونم بده، کال رنگشونم مثلا قرمز بذار و ضخامت خطم هم، ضخامت خطا رو که دیگه خب خودتون بهتر میدونید از توی ادیشنال ستینگ باید سرچ کنید. مثلا من میذارم روی 5. اوکی اوکی. یه لحظه من ببینید تمام دیواراتو میبینید تو پروژه به این شکل میبینید. اگه من ضخامت خطمو روشن کنم ببینید خیلی قشنگ میتونی کارت رو تفکیک کنی، حتی توی کار توی ریویت خیلی بچه این به دردتون میخوره. خب من یه لحظه فقط بیام سر وقت منیج ادیشنال ستینگ لاین ویت ببینم 14 میخوام بذارم، خب 5 دهم میذارم توی مقیاس 100، عددش هست همون 5. خب پس یک بار دیگه حروف وی جی رو تایپ میکنم، دبلیو اینجا میام میزنم روی اوکی 5 هست. خب اگه نخواستیم اینا رو صرف کنیم کلیر اوورراید میزنیم. اوکی اوکی. حالا اینجا رو دقت کنید، اکسپورت کات فرمت دی دبلیو جی مودیفای. اینجا اگه رو حالت اول باشه من خروجی بگیرم، میزنم override with override. اوکی خب حالا بیام ببینمش. اشتباه باز کردم، این یکی بود. یه RE میزنم ببینید اون خطا رو برای من در نظر گرفت، حتی اگه من لاین ویت رو روشن کنم کاملا مشخصه. ببین به این شکل. اوکی و توی همون لایه دیوار هستش، چیزی جداگونه نیست. یعنی ببینید اصلا رنگ قرمز رو من اینجا ندارم، درست شد؟ خب حالا اگه من توی ریویت زمان خروجی گرفتن فایل
export cat format dwg modify. بیام این رو بزنم but do not export override، دیگه override رو در نظر نمیگیره، میشه حالت اولی، زمانی که تنظیمات override داری ولی نمیخوایشون تو AutoCAD، تو Revit میخوای، تو AutoCAD نمیخوای، میذاری روی این حالت. و حالت سوم میاد براشون یک لایه مجزا میسازه. خب این از تنظیمات tab layers. بریم line، ببین این لاین های این بالا نوشته line pattern in Revit line type in DWG. میگه آقا اگه توی رویتت یه خط سالید داری توی اتوکد میخوای چجوری دیده بشه؟ میتونی مثلا بگی آقا من میخوام اینا دستبندی خط های line type های اتوکدت هستش، مثلا میگی میخوام باشه، حالا مثال میزنم، اینو میزنم، میخوام یه چیز شاخص باشه، جدا باشه. اوکی نیکست دو اوکی. خب بریم این رو توی اتوکد ببینیم چه اتفاقی براش افتاد. دو خب اسکیلش اینجا خیلی ریزه و البته اصلاحی میکنم من خط سالید اونجا چیز نکردم. اوکی من اوورایدم این خط بود و زدم بدون اوورراید. یه کار میکنیم VG wall اینو میذارم روی سالید. ببخشید من سالید در نظر نگرفته بودم. اوکی اوکی اوکی. ولی تو این حالت حتما باید خروجی با override باشه. export cat format dwg اینجا اینو میذارم روی اولی. اوکی next عدد 3 رو میذارم. ببینید لایه خط رو گس لاین انتخاب شده، درست شد. پس میتونین لایه تیپ خط رو توی رویت و اتوکد متفاوت در نظر بگیری. خب بیام دوباره سر وقت فایل اکسپورت کت فرمت دی دبلیو جی اینجا و لاین. پس این رو میتونیم تغییر بدیم. اگه روی همون اولی باشه خودش اوتوماتیکالی جنریت خودش میسازه، یعنی همینی که اینجا داری رو اونجا میسازه توی اتوکد. خب قسمت پترن هچ ها رو دقیقا این خط توی کد و رویت میتونید متفاوتش کنی. فیل پترن این رویت، هچ پترن این دی دبلیو جی. میگه آقا اینجا اگه این سه خط هست توی اتوکد چی بشه؟ خب باز هچ های اتوکدت رو انتخاب میکنی اینجا و تبدیلش میکنی. اگر هم خواستی لود کنی که از اینجا میتونی لود کنی، آدرس بدی، تکست اند فونت. اگه حروفی رو توی رویت داری، یه کلماتی مثل اینو داری، میتونی اینجا بگی توی اتوکد یه فونت دیگه بشه، از اینجا یه فونت دیگه بخونه. ببین فونتاتو باز میکنی و هر فونتی که خواستی بهش میدی. کالرز رنگ ها هستن، سالید ها اینا دیگه فعلا برای احجام 3D هستش که خب توی پلان ما کاریش نداریم. اینجا میتونی ورژن کدت رو باز مشخص کنی، مثلا 2007، 10، 13 و 18 رو هر کدوم که خواستی انتخاب کنی. خب این بالا گزینه‌ای که داریم روم سپیس اند اریا باندریز، میگه آقا که شما از زمانی که از روم، فرمان روم سپیس یا اریا استفاده کردی، بیا توی مثلا اتوکد ازش یه اکسپورت به صورت پولیلاین بگیره، توی نقشه‌تون به صورت پولیلاین باشه. و گزینه‌های مهم این چک مارک آپشن رو، اسکوپ باکس ها رو مثلا میتونی خاموش کنی. من این چیزایی که خاموش کردم اسکوپ باکس ها بوده، رفرنس پلن ها هم بوده و آن رفرنس ویو تگ ها مثل سیکشن ها اینا که خب خاموش کردم. و خب شما فقط به همین تنظیمات نیاز داری برای خروج از رویت به اتوکد. حالا نکته‌ای که داره، من اینا رو مثلا اوکی کنم توی این صفحه، اگر هم خواستی به صورت دسته‌ای چند تا پلان رو، چند تا ویو رو با هم خروجی بگیری، اینجا روی نیو ست کلیک میکنی. اوکی خب ببین تمام اسناد پروژه اینجا میاد، همین چیزایی که توی پروژه برزر داری. مثلا میگم که آقا من این دوتا ویو رو میخوام، نماهامو میخوام، هر چهار تا نمامو، بعد سیکشن داشتم،
سیکشن پلان کورسیم رو میخوام، این که خاک مشکی رنگ خاکستری رنگه به خاطر اینه که توی همون پلان هستیم. و خب من سیکشن ندارم، این پروژه هم سیکشن هم نزدم ازش، نه ندارم. و نیکس رو میزنم و یک آدرس بهش میدم و اوکی. اوکی حتما سعی کنید تا این لودینگ سعی کنید تا تموم شه. خب ببینید پوشه رو برای من ساخت و ویو هام رو برای من خروجی گرفت. این فایل رو هم پاک نکنید، یه حالت رفرنس هم این رو بذارید باشه. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که مفید بوده باشه. ممنون که همراه بودید، سبز باشید و پایدار. خب دوستان اینم از این ویدیو، اگر مفید بود و ویدیو رو دوست داشتین دو تا ویدیوهای دیگه پیشنهاد میکنم که از طریق همین چنل میتونید مشاهده کنید. یکی در مورد این که اگه پروژه دو تا یا سه تا کانسپت، دو تا ایده متفاوت داری، میتونید تو یک پروژه با استفاده از دیزاین آپشن این کارو انجام بدی. و نکته دیگه این که اکثر کاربرها نیاز زیادی به آبجکت توی نرم افزار رویت دارن، آبجکت‌های مختلف و پارامتریک، که یک مرجع خیلی خوبو ما معرفی کردیم. ما رو دنبال کنید.